سلام دوستان، امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب، دلتون شاد و جیبتون پر از پول باشه. ان شاء الله. ویدیو امروز راجع به ساخت شراب داغ هست. شراب داغ چیه؟ شراب داغ همون شرابیه که توش یه سری مواد می‌ریزیم که طبعشو گرم بکنیم و توی سرمای زمستون بتونیم با نوشیدنش بدن خودمون رو گرم بکنیم و حسابی خوب و شنگول منگول و حبه انگور بشیم. همونطور که می‌دونید من آیدین هستم، اینجا هم کانال زررق، کانال خودتون، و قبلا هفتگی به طور متداول یک ویدیو رو حتما سعی می‌کردم بذارم توی کانال، ولی بعد از این اتفاقات ایران دیگه یواش یواش دست دلمون نگرفت به ویدیو گذاشتن. حالا یواش یواش داریم به خودمون میایم و سعی می‌کنم که همون هفتگی یه ویدیو رو حداقل بذارم تا کانال به روال قبلی خودش برگرده. بدون معطلی مواد اولیه رو براتون توضیح میدم. یه مقدار چوب دارچین داریم، یه مقدار هم از این حالا به اصطلاح میخک میگیم، از نزدیکم ببینید بهش به اصطلاح میخک میگن و توی این ترکیه هم بهش میگن کارانفیل. اینم که اینیسون ستاره‌ایه. و این ور هم بهتون نشون بدم، احتیاج داریم به نبات. میتونید از شکر هم استفاده کنید، ولی نبات چون تب گرم داره من ترجیح دادم که از نبات استفاده کنم. کنارش هم زنجفیل رو میبینید، حالا زنجبیل یا زنجفیل. خیلی کم باید از این استفاده کنید چون عطرش خیلی زیاد میشه و ممکنه مقدارم تند بشه، از خیلی کم به اندازه یه سکه ازش استفاده کنید. شرابمون هم حدوداً 1 لیتر، از 1 لیتر یه مقدار کمتره. این مواد برای تقریبا 1 لیتره که ما استفاده میکنیم. اون سه تا میبرم بهتون نگفتم، به سیب و پرتقال و ترجیحاً اگه دوست داشتید میتونید نارنگی هم استفاده بکنید. این مشروب هم که میبینید، چون ما حالا در یه مقدار بریم جلوتر میبینید که نحوه ساختمون به طوری که باید اینا رو توی قابلمه بریزیم و حرارت بدیم. مشروب وقتی حرارت پیدا میکنه الکل به سرعت میپره. به خاطر همون اگر دوست داشتید میتونید یه مقدار خودتون عرق، ودکا یا هر مشروب دیگه ای رو بهش اضافه کنید تا درصد الکلش بیاد بالاتر. بعد از اینکه میوه رو خورد کردیم نوبت این میرسه که همه مواد رو داخل دیگ بریزیم. فرقی هم نمیکنه شراب اول بریزید یا میوه رو، هیچ فرقی نمیکنه. نبات ها رو شما اگه نبات اینطوری تیکه داشتید میتونید همین الان بندازید، ولی نبات های من چون یه مقدار پلاستیک بهش وصله نمیخوام بندازم توی دیگ، میمونم موقعی که گرم شد پلاستیک از نبات جدا میکنم بعد میندازمش. و بعد از همه اینا شراب مستقیم بریزید داخل دیگ. این شراب رو هم تابستون خودم گذاشتم، ویدئوش هم آماده کردم، ولی به خاطر اتفاقات ایران دیگه اصلا فرصت نشد که ویدئوش آپلود بشه. حالا ان شاء الله در آینده زود براتون آپلودش میکنم. خب دوستان، همونطور که دیدید شعله باید کم باشه، شعله رو زیاد نکنید، درش هم سعی کنید ببندید که الکلش اونقدر از دست نره. و اینکه هرگز نباید این مایه ما جوش بکنه. مدت زمان اینکه رو گاز هم بمونه حدود 10 الی نهایت 15 دقیقه است. شعله هم همونطور که گفتم کم باشه و سعی کنید دمای این مایه حدودا بین 60 تا 50 درجه 60 درجه این دماها باشه. دیگه سعی کنید دما خیلی بالا نره. و حالا وقت شد که این نبات رو از اون دسته پلاستیکیش جدا بکنم و نبات رو به مایم اضافه بکنم. دوستان، این بخاری که رو درش نشسته تماما الکله، به خاطر همین گفتم درش رو ببندید که این الکل دوباره وارد شرابمون بشه و الکل زیادی رو از دست ندید.
و به همین صورت دیگه کار خاصی نیست. میبینید خیلی راحته، نبات ها رو بهش اضافه میکنیم. نبات هم برای یک لیتر هلوش 100 گرم 120 گرم نبات کافیه. این نارنگی ها هم اگه دوست داشتید میتونید با کناره قاشق بتر کنید که اون طعم نارنگی به شرابمون وارد بشه. اگه دوست داشتید میتونید به جای نبات از عسل هم استفاده کنید. من یه بار عسل توش ریختم، واقعا مثل بمب اتم گرمی به آدم میده که آدم لذت میبره. یه بار تو زمستون این کارو کردم، واقعا خیلی بیشتر از شراب معمولی بدن آدمو گرم میکنه. این قسمت رو هم برای این گذاشتم که اگه دوست داشتید توش حداقل یه شات بریزید کافیه. یک یا حالا نهایتا دو شات بریزید، اون مقدار الکلی که میپره رو جبران میکنه. دیگه بیشتر از اون نریزید که کلا طعم عرق بگیره. شما میخواید یه مقدار اون از حالت تب گرمش استفاده کنید، دیگه حالا نمیخواید مست بکنید. بنابراین یه شات توش بریزید کافیه. اگرم دوست نداشتید اصلا میتونید نریزید. بله، به همین راحتی شراب داغ ما آماده است. نحوه سروش هم به همین صورته، یعنی به صورت داغ باید خورده بشه. و جونم براتون بگه از فواید این شراب: بسیار عالی برای آنفولانزا، بسیار عالی برای سرماخوردگی، بی نظیره برای دستگاه گوارش، چون توش انیسون داره. انیسون واقعا برای دستگاه گوارش فوق‌العاده است. توی گیلاس هم یه پر از پوست پرتقال انداختم که موقع نوشیدن عطر پرتقال رو اسپو کنم. و میزنیم به سلامتی ایران عزیزمون، به امید روزی که بتونیم آزادانه کنار هم هر کاری که واقعا دوست داشته باشیم و بکنیم. به سلامتی اون روز. عالی، طعمش واقعا بی‌نظیر شده. هر چقدر از فواید این شراب داغ بگم کمه، اما به این معنی نیست که خیلی زیاده روی کنید. شاد بودن و سلامتی شما آرزوی قلبی منه.